وارقین و باستانشناسان افغان مقیم در اروپا و امریکا میگویند افتخارات فرهنگی و میراث تاریخی افغانستان در موزیم های مشهور جهان به نام کشورهای دیگر به نمایش گذاشته می شود و با باعث افتخار بیگانگان میگردد نه حقدار واقعیان افغانستان استاد حامد نوید برای دور نمودن همین سوی تفاهم جامعه بین المللی تلاش می تا این افتخارات به اسم حقدار واقعیان افغانستان مسما برای اینکه مردم افغانستان به های تاریخی کشور خود پی ببرند و حق و به حقدار برسد این مهم است تا آثار تاریخی افغانستان و رازهای نافته مدنیت آن با شواهد موثق و جهانیان به نمایش گذاشته شود استاد حامد نوید در همین راستا تلاش ورزیده که کتاب را در مورد تاریخ غنامند افغانستان نوشته که قسمت بزرگ او به شهر پرشکوه و کوهن غزنی اختصاص داده شده است برای اینکه مردم افغانستان به ارزش های تاریخی کشور خود پی ببرند و حق به حقدار رسد این مهم است تا آثار تاریخی افغانستان و رازای نهفته مدنیت آن با شواهد موثق و جهانیان به نمایش گذاشته شود استاد حامد نوید در همین راستا تلاش ورزیده و کتاب را در مورد تاریخ غنامند افغانستان نوشته است که قسمت بزرگ آن به شهر پرشکوه و کاهن غزنی اختصاص داده شده است وی برای جمع آوری اسناد موثق و معلومات دقیق در این آخر سفر داشت به افغانستان وقتی ما در صحبت را در مورد سفرشان به افغانستان تجارب و فعالیت های اخیرشان در عرصه باستانشناسی گوشیدیم وی در مورد افتخار جدید برای افغانستان بر رسمیت شناختن شهر غزنی به مسابقه مرکز تمدن و ثقافت اسلامی اظهار خرسندی نمود و اضافه داشت که این افتخار موقع خوب است برای تشویق و ترغیب باستان و مورخینی که شایق کار در این عرصه اند. تا آنان به افتخارات تاریخی خود به بالند و آن را به سربلندی به جهانیان به نمایش گذارند. و بخش مهم هویت افغانستان را تاریخ هنر اسلامی و نشانه های این تاریخ در غزنی می داند. عظمت اصلی غزنه در وقت محمود غزنوی آغاز می شود که در این وقت امپراتوری غزنوی از دریای گنگا تا به خلیج فارس و سواحل مدیترانه وسعت داشت. و از طرف شمال تا به کاشغر می رسید از این خاطر بخاطر تجارتی که صورت می گرفت بین شرق و غرب غزنه یکی از غنی ترین شهرهای اسلامی جهان شد وی می گوید در این دوره نه تنها شعر و ادبیات بلکه هنرهای دیگر مثل مجسمه سازی که در دوران شاهان مسلمان قبل از وی منع بود هم به خوبی رشد نمود غزنه همچنان در دوره اسلامی هنر حکاکی هنر زرگری و هنر ساختن ظروف مسی به اوج رسیده بود وی افزود اکثریت این آثار مربوط به افغانستان را در موزیم های مشهور جهان مثل بریتیش ویکتوریا آلبرت و امثال آن میبینم ولی با تاسف که به نام کشورهای دیگر مثل هند و فارس قدیم نامیده شدند البته اروپایا ما نویسنده های شرق غربی اورینتالیست ها که میشه بسیار جنرلیزیشن بکنن در سر مسائل تاریخی ما اما وقتی که ما در سر آثار هنری اسلامی دوره غزنویان میاییم این بسیار مشخصات و ممایزاتی داره گیره از هنر کشورهای همجوار فرق میتن وی وقت آن فرا رسیده تا در مورد تشخیص درست این آثار کار جدید صورت گیرد تا افغانان به آن مفتخر گردند و این مسئولیت را وجیبه ملی هر فرد افغان عنوان کرد بدترین چیزی که برای یک انسان رخ می ایست است که حافظه خود از دست بده وقتی شما حافظه تان از دست دادین نمیفهمین خانه تان کجاست کارتان کجاست اولادتان کیست و هر کس می تواند شما سوء استفاده کند و یک ملت وقتی که تاریخ خود گم کنه مثل شخص میمونه که حافظی خود از بین از حافظیش از بین رفته باشه و میخاطر خاطر میگن که اشخاص حافظه دارن و ملت ها تاریخ و برای نجات از این تباهی پیشنهاد هم دارد ما پیشنهاد معمی بود که ما یک تعداد جوان را در هر ولایت تربیت بکنیم که این آثار تاریخی را در موردش مطالب بکنن و بر مردم بفامانن تا که خود مردم امو منطقه حافظ آبداد تاریخ خود نشن تن... تنها دولت نمیتونند استاد حامد نوی تاکید داشت که کار و تلاش معارخین باستانشناسان و کارشناسان بیرون از وطن خیلی ها گذار خواهد بود و آنان با درک ارزش این سرمایه ملی افغانستان دیگر نمیتوانند از این مسئولیت شانه خالی نمایند ما به می خاطر این کتاب نوشته کردم که مردم بفهم که امی افغانستان یک کشوری بوده که از خود فرهنگ و مدنیت بسیار خاص داشته و نه تنها آثارش غنی است بلکه از اینجا بسیار مکتب های هنری ظهور کرده مثل مکتب گریکو بودیک